سلام دوستای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به چینل خودتان. خدا را شکر با تن سالم یک بار دیگه حاضر شدم تا بتانم به شما یک غذای خوشمزه آماده کنم. نظر به خواهش برادر ما از ما خواسته بودن استیک، بیف استیک بسیار خوبش میایه. ایره تیار کردم تا برادر ما ببینن و از دیدنش لذت ببرن و شما همچنان تیار کنین به خانهایتان. دوستای عزیز، نیم کیلو گوشت گاو گرفتیم، نازک نازک سر خود قصاب توته کردیم. آل نمک میزنم و همچنان کم مرچ سیاه. اگر شما خواستین که پودر سیر پرتین دلتون، ما تنها مرچ سیاه و نمک میزنم. برای مدت 20 دقیقه نیم ساعت به یخچال میگذارم، نه به یخدانی، به یخچال میگذارم. بعد از او باز سرخ میکنم. مرچ سیاه را خوب سعی زیاد میزنم چون مرچ سیاه نرم میکنه همراه نمک گوشت. حال مواد میزنم و به مساله را به یخچال میمونم تا بعد از او باز پخته کردن شد بر شما نشان میدم. دوستای عزیز، کمی روزمری مندازم. این روزمری خوشبوی میسازه، استیک بیف استیک بسیار خوشمزه میسازه. از این روشم بروش مندازم و به یخچال میگذارم. به مدت 20 نیم ساعت میمانم به یخچال تا خوب گوش کمی خود نرم بسازه. بعد از او باز به کرایی سرخ میکنم. دوستای عزیز، حال کرایی را ماندیم به سر منقل برارت متوسط. بعد از نیم ساعت گوشت کشیدم از یخچال. حال به این کرایی سرخ میکنم، کم روغن مندازم. روغن زیاد نمندازم چون من مسکام مندازم، مسکره به خاطر مندازم که مسکر نرم میسازه و بوی بیف استیک بسیار خوبش میکنه. البته ای گوشت گاو است، شما میتونین از ای گوشت گاو با آسانی از دکانهای قصابی حلال به دست بیارین. نازک نازک توته کردیم سر خود قصاب، پاک صفا شوشتم. بعد از او باز مساله را زدم و به یخچال گذاشتم. دوستای عزیز، حالا یک روشه سرخ میکنم تا خوب سرخ شد و کم روغن دیگه مندازم که یک کمک چرب بیایه. خشکش مزه نمیده، کم باشه، باید چرب باشه ای بیف استیک. رویش آیست آیست در داده خوبش میایه. دوستای عزیز، ما اینقدر گوشت شوشتیم که از 5-6 بارم زیادتر از 7 بارم بازم گوشت گاو خون خوده. من نمیفهم چرا خون مبره از گوشت، نمیدونم. بازم خودتان که آماده کردین بازو براتون معلوم میشه که هر چقدر گوشت باشی اونم قدر خون مبره از گوشت، هیچ فرق نمیکنه. دوستای عزیز، حالا که دو دندانه سیره مندازم، سیره کمه با فشار دست توته کردم. میده نکردین دوستای، ببینین که سیره انداختیم که با گوشت سرخ شوه. سیره به این رقم مندازم به خاطر که سیر با روغن سرخ میشه و بویش دو برابر مزه گوشت میبره، بویش بالا میشه و بسیار خوشمزه میسازه. اگر شما سیر تازه خوش ندارین یا نمندازین، میتونین که از پودر سیر کار بگیرین. دوستای نازنین، پودر سیر بر روغن نندازین، صرف بر روی گوشت پرتین، بسیار خوبش میه، نرم هم میسازه اگر خواستین. اگر پودر سیر نداشتین میتونین که دو دندانه یا سه دندانه سیر و زمانی که گوشت سرخ کردین سیرم پرتین. حالا استایسته به حرارت متوسط گوشت سرخ میکنم. درویشه گوشت بسیار سرخ، زیاده که از پیشتان بسوزه او رقم نکنین. من گوشت از قوهی روشن کده کمک تاریک میسازم گلنار شوه. دوستای نازنین، و کم مسکر رو مندیم، مسکر رو مندازم، کره
مسکره به خاطر مندازم گوشت خوشبوی می سازه و همچنان نرم می سازه. اینقدر مسکه دوستای ایزه قدر مسکه خوبش می سازه بویشه و خودش تعمشه که هیچ باورتان نبه، بسیار خوبش می سازه. و کم مسکه هم انداختم، 3 قاشق غذاخوری مسکه انداختم. مسکه بسیار خوبش می سازه، استیک بیف استیک. حالا دوستای عزیز روی دیگه اشاره دور میتم که سرخ شوه، بعد از آن باز کشیده به شما نشان میتم که چه قسم آمده. دوستای عزیز، رو به پخته شدن است، گوشت پخته میشه. حالا دوستای عزیز آتش خاموش میکنم، بعد از آن به قاب میکشم تا خودتان ببینین و از دیدنش لذت ببرین. اونمو رقم که خوش رنگ معلوم میشه، اونمو رقم مزه شام است، بسیار خوبش میه. امی رقمی که پخته کنین، امی رقم خوبش میه. اگر از پیش خود چیز دیگه اضافه کنین یا کم کنین و اگر خراب آمد، باز دلتان ما اون چیزی که میگم اونم رقم تیار کنین. دوستای عزیز، بیف استیک آماده شد، بسیار خوبش است، بسیار مزه‌دار است واقعا. از وقتی که تیار کردین اما خوشبویش و اما مزه که نوش جان کردین، مزه شام برتون معلوم میشه که چقدر خوش حاله. دوستای عزیز، به قاب کشیدم، به ظرف تا خودتان ببینین، با چپس و کم نخود سبز کشیدم تا خودتان ببینین و از دیدنش لذت ببرین. وقتی که تیار کردین از نوش جان کردن شما لذت میبرین. دوستای عزیز، از این ساسه که خودم جور میکنم، این قوطیش برتان نشان میتم، صرف آب جوش اضافه میکنین و 3-4 قاشق چای از این مساله مندازین، بعد از این ساس تیار میشه. بسیار خوبش است، حتما تیار کنین، حتما خوش شما میآید. این بسیار یک غذای صحی و خوشمزه است و برای طفلایتان خوش کنین، البته برای طفلایتان تیار کنین و برای خودتان هم بسیار غذای مفید و خوشمزه می باشه. انشالله که خوش شما به دوستای عزیز، لذت ببرین از دیدن از این استیک، بسیار خوبش است. خدا کنه برادر ما را خوششان بیه، از دیدنش لذت ببرن. دوستای عزیز، او ساز به نام گریویست، خودتان به خانه تیار کنین و از هر سوپر استورا یا سوپر مارکت هایی که به نزدیکتان است از او پیدا کنین. او را که برویش پرتین، مزهش دو برابر میشه. خودتان به خانه آمده کنین، صرف او پودرش است، باب مندازین و تیار میشه باسانی. خدا کنه خوش شما به لذت ببرین از دیدن از این بیف استیک. برادر ما را خوششون بیه. دیگر وقت شما را نمیگیرم، شما را به لای پاک سپرده، اوقات خوش داشته باشین. خداوند نگهدارتان.